قلبی استوار، قلب انسان در اصل تغییربنده است، به مثل بالی پرنده که در درخت آویزان است و به راست و چپ حرکت میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه قلب را برای تغییر یافتنش قلب نامیده شد. قلب به مثل بالی است که به اصل درخت آویزان است و شمال ها آن را هر طرف حرکت میکنند و به قلب هر چیز زود تأثیر میکند، باره به سوی باطل و شر، باره به سوی حق و خیر میرود. در حدیث بالا کلمه شمال ها آمد. این اشاره به آن است که قلب انسان واردات زیاد دارد، بنابراین بسیار وقت تغییر می‌یابد. قلب منزل الهام و وسوسه است. قلب متحیر بین هوا و هوس و هدایت است. الله سبحانه و تعالی بندگانش را امتحان میکند تا شخص صادق از کاذب فرق بکند. وقتی که به قلب ها فتنه می آید، بعضی آن به آن فتنه ها و امتحان ها ثابت و استوارند و بعضی دیگر در حال هلاک شدن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به پروردگار دعا کرده می گفتند که قلبشان را بدین استوار گرداند. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار در دعاهایشان می گفتند ای گرداننده قلب ها، قلب مرا بدینت استوار بگردان. پس من گفتم ای رسول الله، به شما به آنچه آورده اید ایمان آوردیم، پس آیا بر ما می ترسید؟ گفتند بله. هر آینه قلب ها در بین انگشتان پروردگار است که به کدام طرف خواهد می گرداند. حدیث با روایت امام مسلم. الله سبحانه و تعالی آن ذاتی است که قلب ها را استوار می گرداند و آن را با ریسمان ایمان می بندد. همچنان که قلب اصحاب کهف را بسته بود، آنها به حق دعوت کردند، به خاطر دینشان بغار گرفتند و از فراق و جدایی اهلشان صبر کردند. الله سبحانه و تعالی فرمود و بر قلبهایشان رسمان بستیم، یعنی دلهایشان را استوار ساختیم، چون ایستادند. پس گفتند پروردگار ما همان پروردگار آسمان ها و زمین است، به جز وی معبود را هرگز نخواهیم پرستید، همانا آنگاه سخن دروغ گفته باشیم. سوره کهف آیت 14. و در باره ثابت گرداندن قلبی پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی در قرآن چنین فرمود و همانا نزدیک بودند که تو را از آن چی به سوی تو وحی فرستادیم به فریب باز دارند تا غیر آن را بر ما بربندی، و آنگاه تو را دوست می گرفتند، و اگر آن نمی بود که ما تو را ثابت داشتیم، نزدیک بودی که به سوی آنها به اندک میل کنی. سوره اسراء آیت 73 و 74. و قلب در نزد فتنه ها استوار می گردد، آن هم باشد بعد ثابت گرداندن الله سبحانه و تعالی با چند سبب ها. سبب اول و مهمترین آن ایمان مستحکم. پس اگر ایمان در قلب مستحکم گردد، در وقت هجوم هر فتنه ها آن استوار است. الله سبحانه و تعالی فرمود و الله مؤمنان را در زندگانی دنیا و در آخرت به سخن درست استوار می دارد. سوره ابراهیم آیت 27. وقتی که هرقل ابو سفیان را از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید و گفت که آیا یکی از آنها بعدی در آمدنشون به دین محمد صلی الله علیه و سلم مرتد شدند؟ ابو سفیان گفت نه. پس به جواب ابو سفیان هرقل چنین گفت این چنین ایمان هر وقتی که به قلب تبسم میکند روی نمیگرداند. دوم سبب استواری قلب زندگی با قرآن. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید و هر چیزی را از اخبار پیامبران بر تو میخونیم، آن چیزی را که با آن قلب تو را ثابت میگردانیم. پس از قرآن تعلیم میگیریم که نوح علیه السلام در نزد پیروان کمی خود چگونه استوار بود و ابراهیم علیه السلام در یکتاپرستی چگونه استوار بود که از گرمی آتش نترسید، و یوسف علیه السلام در نزد همسر عزیز چگونه استوار بود که بر عوض عمل فحش محبس را اختیار کرد، و ساحران فرعون الله آنها را رحمت کند در نزد فرعون چگونه استوار بودند. در آخر دعا میکنیم که بار الها ای استوار گرداننده قلب ها، قلب ما را به دین خودت استوار بگردان.